سلام به همه بر بچه های وصال حق. من عبدالرحیم هستم از ایران. میخوام یه حرفی عرض کنم. جهاد در راه خدا همش قناته و توپ و تای نیستش که. یه چیزی عرض کنیم شاید تو پروندهمون نوشته بشه. مطرب مهتاب رو آنچه شنیدی بگو ای وصال حق، ما همگان محرمیم آنچه بدیدی بگو. ای شه و سلطان ما، ای طربستان ما، در حرم جان ما بر چه رسیدی بگو. نرگس خمار او ای که خدا یار او، دوش دلدار او هر چه بچیدی بگو. ای شده از دست من چون سر مست من، ای همه را دیده تو آنچه گزیدی بگو. ای وصال حق، ای بیاید رود ای تو ماند عبد، کز فلک بی مدد چون برهیدی بگو. آخ قربونت برم بگو، آی فدات بشم بگو بگو بگو، ای فدای مرام شما بگو. و السلام علیکم و رحمت الله، موفق و معید باشید. یا الله یا الله. سلامت باشید برادر عزیز بزرگوار، تشکر میکنم از این شعر زیبای شما. الله سبحانه و تعالی حفظتون بکنه. و همونطوری که میدونید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حسان ابن ثابت یکی از اصحاب بزرگوار رضی الله تعالی عنه رو امر میکردن که شعر بگه در رد اشعاری که کفار بر علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم و اسلام و مسلمانان میگفتن، و فرمودن که در شعر حکمت ها وجود داره. و همچنین در مورد حسان ابن ثابت فرمودن که جبرئیل علیه السلام او رو تایید میکنه، او رو مدد میکنه در این اشعارش. و این نشان دهنده مکانت شعر و ادبیات در اسلام است. و در ایران هم میبینیم که بعد از اسلام بود که شعرهای بزرگی مانند فردوسی و حافظ و سعدی و رودکی و هزاران شاعر و ادیبی که امروز ما افتخار میکنیم به اونها، مولانا جلال الدین رومی و غیره، اینها بعد از اسلام در سرزمین فارس به وجود آمدن. به امروز مایه افتخار فارسی زبانان که به این شعرها افتخار میکنن، اول اینکه بعد از اسلام بود که این افتخارات نصیب سرزمین فارس شد، و بعد از اون بیشتر اینها میشه گفت 100% این شعرها از اهل سنت بودن، مسلمانان واقعی پیرو قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی بار دیگر این سرزمین رو همان گونه که زمانی مایه افتخار برای اسلام و مسلمان ها بود دوباره به همون حالت برگردونه.